سرخط خبرها و مهمترین ها، پایان درگیری طالبان و نظامیان ایرانی، رسانه‌های ایران، سوء تفاهم عامل درگیری شد. تلفات سنگین طالبان در درگیری مرزی با ایران. طالبان از 16 کشور خواستند که سفارت‌های خود در کابل را بازگشایی کنند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخری ویدیو با ما باشید. خبرگزاری های ایران از پایان درگیری میان طالبان و نظامیان ایرانی در منطقه مرزی ولایت نیمروز خبر دادند. تسنیم نوشته که یک سوء تفاهم مرزی عامل بروز این درگیری شده است. خبرگزاری افاق. با گزارش این خبرگزاری، ماجرا از این قرار است که طی سالهای گذشته در داخل خاک ایران و در چند صد متری مرز با افغانستان دیوارهای برای مقابله با قاچاقچیان و اشرار کشیده می شود. امروز برخی از کشاورزان ایران با عبور از این دیوارها ولی در داخل مرزهای ایران حضور داشتند، اما به واسطه وجود این دیوارها نیروهای طالبان تصور می کنند که به مرز آنها تجاوز شده است. طبق این گزارش، پس از این ماجرا نیروهای طالبان به سمت ایرانیان شلیک می کنند که این مسئله با تبادل آتش نیروهای ایرانی پاسخ داده می شود. به نوشته تسنیم، همکنون این درگیری ها پایان یافته و ایران در حال توجیه طالبان نسبت به خط مرزی است. یک مقام مطلع در گفتگو با تسنیم تاکید کرده که گزارش ها مبنی بر تصرف پاسگاه های مرزی ایران توسط طالبان از اساس کذب است. ادعا شده بود که نیروهای طالبان به داخل خاک ایران پیشروی کردند. همچنین برعکس گفته می شد که نیروهای طالبان پاسگاه های نظامیان ایرانی که در داخل خاک افغانستان ساخته شده بودند تصرف کردند. خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران است در این مورد نوشته است که تعداد از افراد مسلح در ولایت نیمروز در حوالی مرز روستای شغالک ولسوالی هیرمن اقدام به تیراندازی به سوی کشاورزان ایرانی کردند. فارس نوشته است که مرزبانان ایران نیز بلافاصله در پاسخ به این تیراندازی ها به سمت افراد مسلح تیراندازی کردند که این تقابل برای دقایق نیز با سلاح نیمه سنگین ادامه یافت. که این درگیری کوتاه هیچ تلفات در پی نداشت و همکنون آرامش در منطقه حکم فرماست و درگیری به طور کامل پایان یافته است. این خبرگزاری درگیری امروز را تجاوز مرزی خوانده و نوشته است که این درگیری در محدوده رخ داده که مرزبانان رسمی طالبان هنوز در آن مستقر نشدند و گروه اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر همچنان در آن فعال هستند. فارس در آخر آورده است که ایران پیش از این در مذاکرات با مقامات طالبان برای آموزش نیروهای نظامی و مرزبانان افغانستان اعلام آمادگی کرده است. مقامات ایرانی و طالبان تاکنون در این زمینه چیزی نگفته است. این نخستین درگیری مرزی میان طالبان و ایران است. در گذشته نیروهای مرزی دولت پیشین بارها با نظامیان پاکستانی درگیر شدند. همچنان به نقل از فیسبوک رسمی ناصر فرزان، منابع در ولایت نیمروز تایید میکنند که درگیری میان نظامیان طالبان و مرزبانان ایرانی در ولسوالی کنک این ولایت عصر امروز آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. نظامیان طالبان چندین پاسگاه مرزی نیروهای ایرانی را تصرف کردند. یک منبع که نخواست نامش فاش شود میگوید در این درگیری 10 تن از نظامیان طالبان جان باخته و همکنون اجساد آنان به بیمارستان ولایتی نیمروز منتقل شده است. طالبان از 16 کشور خواستند که سفارت‌های خود در کابل را بازگشایی کند. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه امارات اسلامی در دوحه در دیدار با نمایندگان 16 کشور از جمله آمریکا خواستار بازگشایی سفارتخانه‌های این کشورها در کابل شدند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان شامگاه امروز چهارشنبه دوم قوس در بیانیه گفته است که در این دیدار در مورد مسائل امنیتی، کمک بشردوستانه، اقتصادی، سیاسی و سیاسی گفتگو شده است. با گفته او، همه طرف ها از پیشرفت‌های حاصل شده در اوضاع امنیتی و سیاسی افغانستان قدردانی کردند. بلخی گفته است که در نشست هیئت طالبان با نمایندگان کشورهای خارجی گفته شد که کمک‌های بشردوستانه و صحی باید به افغانستان ارائه و همچنین مشکلات باید از طریق همکاری حل گردد.
او افزوده است که هیئت طالبان به نمایندگان کشورهای خارجی درباره از امنیت اطمینان داده و از همه کشورها خواسته است که سفارتهای خود را در کابل باز کنند تا حقایق معلوم شود. به تازگی عربستان و امارات عربی سفارتهای خود در کابل را بازگشایی کردند. این در حالی است که تاکنون هیچ کشور دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از زبان نخست وزیر روزی رسان خداوند است. خبرگزاری افاق. ملا حسن آخون رئیس الوزرای طالبان در نخستین بیانیه خود از زمان بعد از گرفتن قدرت گفت که امارت اسلامی حقوق زنان را تامین کرده و آنان حق تحصیل و کار دارند. او در این بیانیه بحران اقتصادی افغانستان را میراث حکومت اشرف غنی خوان. رئیس دولت طالبان همچنین با اشاره به انتقادها از ترکیب دولت امارت اسلامی مبنی بر همشمول نبودن این دولت گفت که آیا حکومت گذشته همشمول بود یا حکومت کنونی. خبرگزاری افاق. او گفت که مشکلات بیکاری، قحطی و افزایش قیمت‌ها در کشور پیش از روی کار آمدن حکومت طالبان وجود داشت. او پذیرفت که مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد، اما گفت که رزق مردم را دولت طالبان وعده نکرده است. رزق از خداوند است و خدا بندگانش را امتحان می‌کند. نخستین سخنرانی رهبر کنونی افغانستان که بیش از 3 ماه از قدرتگیری طالبان صورت گرفت، انتظارات فراوان را به وجود آورده بود. مردم افغانستان انتظار داشتند که رئیس الوزرای امارات اسلامی با یک پیام محکم و تعهدات واقع بینانه و عملی در فصل فاجعه و بحران، امیدها را دوباره احیا کند و خوشبینی ها در حال نابودی نسبت به آینده را همچنان زنده نگه دارد. با این حال، اگرچه بخشی از سخنان ملا حسن آخوند در زمینه حقوق زنان، تحصیل دختران و موارد مشابه امیدهای اندک را برانگیخت، اما در زمینه های دیگر از جمله بحران اقتصادی، فاجعه انسانی و فقر و برنامه طالبان برای مواجهه با این وضعیت ناامید کننده بود. رهبر دولت طالبان برخلاف هم انتظارها به جای آن که مسئولیت این وضعیت را بر عهده بگیرد و از برنامه های خود برای تغییر شرایط مردم افغانستان توضیح دهد، تلاش کرد تا مشکلات را به دولت فاسد اشرف غنی نسبت دهد و بدتر از آن این که ادعا کرد که طالبان برای تغییر وضعیت اقتصادی و تامین نیازهای مالی مردم افغانستان هیچ وعده‌ای ندادند و روزی مردم را از سوی خداوند تامین می شود و وضعیت فاجعه بار کنونی یک آزمون الهی است که مردم باید صبور باشند و آن را پشت سر بگذرانند. این هم چیز نیست که از جانب یک مقام مسئول و رهبر یک حکومت مدعی اسلام باید مطرح می شد. انتظار می رفت که ملا حسن آخوند که در رأس حکومت طالبان قرار دارد، به جای انداختن بار اصلی مسئولیت و تقصیر در قبال وضعیت فاجعه بار کنونی بر دوش دولت پیشین، از رابردها و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دولت خود در مواجهه با فاجعه باری که اکنون مردم افغانستان را در آستانه یک بحران تمام عیار انسانی قرار داده سخن می گفت. تشکر که تا این دم با ما بودید. شبتان خوش.